در ابر روند دوم ما بحث دیجیتال شدن زندگی رو داریم و کسب و کارها رو داریم. ما به شدت به سمت دیجیتالی شدن داریم حرکت میکنیم. در اوایل سال 2023 شما شاهد ظهور چت جی پی تی بودیم. یک هوش مصنوعی که همه کارشناسان و همه فعالین حوزه دیجیتال رو به وحشت انداخته. یک موتور جستجوی جدید، یک هوش مصنوعی جدید که هر سوالی ازش میپرسی به دقت به شما جواب میده. برای شما طراحی میکنه، برای شما کارهای ویژه انجام میده. به سمت زبانهای طبیعی دارن حرکت میکنن هوش مصنوعی. خب اینها نویده از یک سری اتفاقات عجیب و غریب رو داره به ما میده. پس من نمیتوانم بدون در نظر گرفتن موضوع ابر روند دوم، یعنی دیجیتالی شدن سبک زندگی و کسب و کار، یک ایده کسب و کاری داشته باشم. بریم ببینیم این ابر روند چه تأثیراتی یا ابعادش اول چیه، مشخصاتش چیه، بعد چه تأثیراتی در روی زندگی و کسب و کارهای ما میذاره. ابر روند دیجیتالی شدن، ببینید، اولا شامل چند تا موضوعه. یک، روند موبایلیفیکیشن شدن در تمام مواردش ما میتونیم ببینیم. یعنی همه چی داره توی گوشی تلفن همراه تجمیع میشه. من اگر یک گوشی تلفن همراه داشته باشم نیاز به هیچ چیز دیگری ندارم. بانک من، نرم افزارهای من، ارتباطات من، تماسهای من، حتی کنترل وسایل دیگر من، دفتر من و همه چی در گوشی تلفن همراه داره تجمیع میشه. خب من اگر نسبت به این موضوع بی تفاوت باشم، یعنی درک درستی از کسب و کار نخواهم داشت، درک درستی از تغییرات نخواهم داشت. هر چقدر کسب و کار من هم کسب و کار باحالی باشه و جذاب باشه، قاعدتا مثل همون موضوعی که بهتون گفتم، اون سیلی که داره میاد، در این سیل با گل و لای یکی خواهد شد و جزو یک فسیل سالها بعد ممکنه ما رو به عنوان یک فسیل پیدا بکنند که بگن ای بابا، این هم یک زمانی در اون سالها زندگی میکرده، کسب و کاری داشته، ولی به یک فسیل تبدیل شده، چقدر جالب، یادش بخیر، این هم پس بوده. ممکنه اگر من در حوزه دیجیتالی شدن سبک زندگی و کسب و کار دقت نکنم، به یکی از این فسیل ها تبدیل شدم، یک فسیل خیلی کوچولو که شاید هم هیچ وقت منو کشفش نکنم. موضوع بعدی اینه که روند گسترش استفاده از ابزارهای دیجیتالی در جامعه به شدت علاقمند ایرانی به تکنولوژی های نو، ما شاهد این هستیم که ایرانی ها همیشه دوست دارن در صفحه اول استفاده از تکنولوژی ها باشن. خب این خودش یک مسئله بسیار مهمه و ما میبینیم که همین موضوع موجب شده بیش از 50 تا 60 میلیون گوشی تلفن همراه در ایران وجود داشته باشه. بیش از 60 میلیون استفاده کننده ای از شبکه های اجتماعی ما داریم. خب من بدون توجه به این آمارها و این حقایق نمیتونم کسب و کار درستی رو راه بندازم. مسئله بعدی روند توسعه شبکه های اجتماعی و فضای مجازی. ما میبینیم که سرعت این روند آنقدر زیاده که همه جا موندن. همه اونهایی که پیشبینی های خاصی رو نسبت به جامعه داشتن، میبینیم که پیشبینی هاشون غلط از آب در اومده. چرا؟ چون شبکه اجتماعی خیلی چیزها رو تغییر داده و شما در طی سال 1401 شاهد این موضوع بودیم و احتمالاً از این به بعد هم شاهد این موضوع خواهیم بود و این فضای در واقع مجازی و شبکه های اجتماعی بسیار بسیار تاثیرگذار خواهند بود. کسی نمیتونه جلوی این ابر روند مگاترن مقاومت بکنه. روند یک پارچه شدن ابزارها، همه چی در موبایل داره تجمیع میشه که در مورد صحبت کردم. روند اقتصاد اشتراکی و کلان داده ها، روند دیجیتالی شدن سبک تفریحات، حتی اقتصاد هم داره به سمت اقتصاد دیجیتال میره، اقتصاد اشتراکی میره. برید در مورد اقتصاد اشتراکی مطالعه بکنید. حالا جاش نیست اینجا من براتون باز بکنم موضوع رو. بحث بیگ دیتا حالا در ادامه بهش خواهیم پرداخت. پس ببینید، ما در یک فضایی وجود داریم قرار گرفتیم که همه چی داره با سرعت بسیار زیاد و با تکنولوژی و نوآوری بسیار بالایی داره تغییر پیدا میکنه. من نمیتوانم دیگر با سبک دیروز به مسائل نگاه بکنم و با راه حل های دیروز مسائل امروز رو حل و فصل بکنم. تمام شد این دوره. دوره این که من بگم برم یک 4 سال دانشگاه یک مدرکی بگیرم و بعد بیام یک کار فوق العاده انجام بدم تمام شد دوستان. تا
تا شما برین 4 سال درس بخونید، در این 4 سال دنیا به اندازه 200 سال قبل تغییر پیدا کرده. پس من خیلی باید هوشمندانه و دائم با چشم باز به دنیا نگاه بکنم تا بدونم تغییرات چیه، مخصوصا برای منی که قراره کسب و کاری رو راه اندازی بکنم. بریم ببینیم تأثیرات این میگاترن چیه، چه فرصت های کسب و کاری رو برای من به وجود آورده. رونق تجارت الکترونیک، افزایش گردش مالی تجارت الکترونیک نسبت به تجارت متعارف، برید ببینید چقدر رشد کرده تجارت الکترونیک. اگرچه ما در یک سال گذشته با چالش های بسیار بزرگ زیرساخت اینترنتی مواجه شدیم، فروش های اینترنتی ما با مسئولیت های بسیار بزرگی مواجه شده، ولی کسی نمیتونه جلو اینو بگیره. این روند ادامه خواهد داشت و خوشبختانه رو به رشد و رو به توسعه است گردش های مالی در حوزه تجارت الکترونیک. شما الان ببینید، من شما یک سوال میپرسم، یادتونه کی رفتین بانک؟ آخرین باری که حضوراً به بانک مراجعه کردین کی بوده؟ من شخصا یادم نمیاد، شاید سال 97 یا 98. 5 سال من به بانک نرفتم و همه کارهامو حتی باز کردن و گشایش حسابها داره از طریق اینترنت انجام میشه. پست کارت بانکی من رو میاره دم خونم و اصلا مراجعه به بانک نیازی نیست. ببینید روند تجارت الکترونیک، همه خریدهای ما از طریق اینترنت داره اتفاق میفته. روند تجارت توجه خیلی مهمه دوستان، دیده شدن در فضای مجازی، برندینگ در فضای مجازی. قبلا خیلی از افراد در بیلبورد ها در تلویزیون بودن، الان دیگه اینها معنا ندارن. در شبکه های اجتماعی هر کسی دیده بشه سلطان اون فضا خواهد و پر از فرصت های کسب و کاریه. الان کسب و کارهای ویژه‌ای برای همین موضوع طراحی شده، تبلیغات در فضای دیجیتال و خیلی چیزهای دیگه. سلطنت موبایل، تلفن همراه همه چیز را میبلعد. خیلی جمله مهمیه، همه چیز را میبلعد. مثل یه سیاه چاله قرار همه چیز رو به درون خودش ببره، از آموزش گرفته، از خدمات حتی خودرویی گرفته، از سینما گرفته، از کتاب گرفته، از تاکسی گرفته و خیلی چیزهای دیگه که ما خیلی هاشو الان در زندگیمون داریم استفاده میکنیم و قطعا بیشتر هم خواهد شد. توسعه مدل های کسب و کاری خلاقانه به ویژه اقتصادهای اشتراکی، شما برید در مورد اقتصاد اشتراکی مطالعه بکنید، سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه‌های کسب و کاری الان داره اتفاق میفته. آدم‌ها با پول‌های خردی که دارن میرن سرمایه‌گذاری می‌کنن، چیزی شبیه به بورس مثلا حالا، یا ارزهای دیجیتال شما نگاه بکنید. البته این مقدار خیلی متفاوت‌تره، ولی برای اینکه دیدگاهی نسبت به این مسئله پیدا بکنید دارم خدمتتون عرض می‌کنم. شما برید کراود فاندینگ رو مطالعه بکنید و اقتصاد اشتراکی رو مطالعه بکنید، متوجه خواهید شد. کم رنگ شدن مرزهای جغرافیایی کشورها و شکل‌گیری بیشتر کشورهای مجازی. یک کسی مثل فیسبوک میگه من 2 میلیارد تا 3 میلیارد جمعیت دارم، یک کسی مثل رونالدو میگه من بیش از 500 میلیون فالوور دارم. خب اینها برای خودشون یک کشوری محسوب میشن و دیگه تقریبا مرزهای جغرافیایی معنا نداره. الان ما با مبحث فریلنسرینگ میبینیم که شما در هر نقطه ای از جهان میتونید یک سفارش و پروژه ای رو بگیرید و اونجا انجام بدید، به کشور دیگری بدید، دیگه مرز خیلی معنا نداره. رونق کسب و کارهای آزاد یا آزادکاری، همون فریلنسرینگ ها که یا دورکاری که براتون موضوع باز کردم، من به عنوان یک برنامه نویس، به عنوان یک کسی که یک هنری، یک فنی، یک مهارتی داره، میتونم یک پروژه رو از یک کشور دیگری بگیرم و انجام بدم و به اون کشور تحویل بدم بدون اینکه به اونجا رفته باشم. گسترش ارزهای دیجیتال، شما ببینید چه بازار بزرگی رو داره ایجاد میکنه ارزهای دیجیتال. خب این نکته بسیار مهمیه که من باید با اینها آشنا بشم. رونق مدیریت تجربیات مشتریان به ویژه تجربه دیجیتالی، UI و UX و مسائلی از این دست به شدت داره رونق پیدا میکنه. تجربه کاربری در فضای اینترنتی و فضای مجازی، رونق کسب و کارهای خانگی در بستر شبکه‌های اجتماعی. شما ببینید در اینستاگرام، در شبکه‌های اجتماعی ما چقدر کسب و کارهای کوچک و خانگی داریم که قبلا ورود به بازار برای اینها غیر ممکن بود. شما باید می‌رفتین یه مغازه می‌گرفتین، می‌رفتین کلی تبلیغات و بازاریابی می‌کردین، ولی الان نیاز نیست واقعا این اتفاق بیفته. یه پیج می‌زنید، با هزینه کم، با صرف وقت مناسب می‌تونید به یک بازار خوب دسترسی پیدا بکنید. خب اینها تأثیرات فرصت‌های کسب و کاری و سرمایه‌گذاری در حوزه دیجیتالی شدن سبک زندگیه. و البته حالا در ادامه من به شکل مفصل به این موضوع میپردازم که چه موضوعات دیگری رو و تکنولوژی چه تغییرات دیگری رو برای ما به وجود آورده. بریم ببینیم
تا سال 2030 چه اتفاقاتی قراره در دنیا بیفته و بحث تکنولوژی و فناوری چه اتفاقاتی رو برای ما رقم میزنه. یه استراحت کوچیک بکنید، برگردیم تا در مورد آینده در 2030 کمی گپ بزنیم، ببینیم چه تکنولوژی و فناوری هایی داره ظهور پیدا میکنه و اینها چه نقشی در زندگی ما و کسب و کار ما ایفا خواهد کرد.